فصل بیستم. سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیم را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته و مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملتها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تختهایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری با آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند. آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند، اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا 1000 سال با او حکومت خواهند کرد. همین که این 1000 سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در 4 گوشه زمینن بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارن برای جنگ جمع می کند. آنها در پهنی زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. ابلیس که آنان را فریب می داد، خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و پیامبر دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان زمین از حضور او گریخ و دیگر اثری از آنها نبود، و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود، داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی اعمالشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش مرگ دوم است. و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به درون آن افکنده شد.